دو سال پیش بود که طالبان با توسط به زور و اسلحه قدرت را در افغانستان به دست گرفت. طی این مدت ایران با چالش های زیادی در مرزهای شرقی کشور مواجه بود. آیا سیاست های تهران در مقابل طالبان به درستی پیش رفته و آینده مناسبات چه سمت و سویی پیدا میکنه؟ نوزر شفی، کارشناس مسائل شبه قاره به این پرسش ها پاسخ میده. آقای دکتر شفیع خیلی ممنون که تشریف آوردید وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید توی این برنامه ما به بهانه دو سالگی قدرت گرفتن طالبان توی افغانستان میخواستیم هم سیاست های طالبان یه مروری داشته باشیم و هم سیاست های ایران در قبال طالبان حالا سوال اول من این هستش که الان تو دو سال گذشته ایران اعلام کرده که طالبان رو به رسمیت نمیشناسه و خواستار تشکیل یک دولت فراگیر تو افغانستان هستش حالا مسئله که تا به امروز اتفاق نیفتاده خب اگه یک طرف هم طالبان یه واقعیت تو افغانستان که نمیتونیم چشممون رو روش ببندیم حالا تو این بین ایران اومد سفارت هم تحویل نیروهای طالبان داد اگر شما بخواید یه تفسیری یه توضیحی از سیاست ایران در قبال طالبان تو افغانستان داشته باشید چه چی میفرمایید توضیحتون چیه من. بسم الله الرحمن الرحیم ببینید سیاست ایران نسبت به افغانستان به طور کلی صرف نظر از این که چه کسی قدرت رو در کابل در دست داره تقریبا یه سیاست های است ما از ثبات در افغانستان حمایت میکنیم علتش هم این هست که بی ثباتی در افغانستان روی ما هم تاثیر میذاره یعنی روی ایران هم تاثیر میذاره دو ما از توسعه در افغانستان حمایت میکنیم یعنی اگر افغانستان ثبات داشته باشه به لحاظ اقتصادی هم در واقع توسعه یافته باشه این دو تا متغیر برای ما هم مفیده علتش این هست که اساساً اگر یک کشور در منطقه قرار داشته باشه که محیط اطرافش بی و توسعه نیافته باشه خودش هم دچار بی و توسعه نیافتگی میشه سومین بحث ما بحث تشکیل دولت فراگیر هست چرا ما میگیم تشکیل دولت فراگیر چون دولت فراگیر به ثبات و توسعه در افغانستان کمک میکنه شما وقتی که تاریخ افغانستان رو مطالعه می کنید تمام بی ثباتی ها و توسعه نیافتگی های افغانستان بخش عمدش ناشی از فقدان یک دولت فراگیر بوده یعنی سهم گروه های قومی و مذهبی در قدرت نادیده گرفته میشه و شما وقتی که محروم میشید از قدرت ناچار میشید رفتار پرخاشگرایانه پیدا کنید یعنی برای کسب قدرت ناچار هستید به اسلحه متوسل بشید و این باعث بیثباتی و در نتیجه توسعه نیافتگی میشه این هم سومین پایه سیاست ما بحث بعدی ما بحث رودخانه هیرمند هست ببینید رودخانه هیرمند از زوایای مختلف برای ایران مهم هست فقط این نیست که بخشی از اقتصاد منطقه سیستان به اون وابسته باشه اکوسیستم سیستان و اکوسیستم بخش مهمی از شرق ایران به اون وابسته است بنابراین ایران اعتقاد داره باید بر اساس توافقات گذشته عمل بشه پای بعدیش که با سیاست ایران هست این هست که افغانستان به پایگاهی برای دشمنان ایران تبدیل نشه که بتونه بخواد ایران رو ناامن کنه ما موازین حقوق بین الملل تمام رویه های بین المللی این رو تأیید میکنه کشورها اساسا نباید خاک خودشون رو در اختیار دیگران برای آسیب رسوندن به کشورهای همسایه قرار بده بنابراین اینها سیاستهایی است که ایران داشته در قبال افغانستان به طور کلی و در ارتباط با طالبان هم این مسائل مطرح بوده یعنی ما سه دوره رو با طالبان طی کردیم یه دوره خصومت بود که تا در واقع سال 2001 بوده بعد از اون تدریجا یک دوره همکاری بین ما و طالبان اتفاق میفته و الان که از سال 1400 که طالبان قدرت رو به دست گرفته ما داریم اون دوره همکاریمون وارد دوره رقابت میشه این برای هر دو کشور در واقع سودمند نیست به دلایل مختلف که اگر فرصت رو توضیح میدم بله خب آقای دکتر الان طالبان حکومتی هستش که خب مشروعیت اونا خیلی از جمله ایران به رسمیت نشناختن پس این شاید باعث بشه که سیاست ما پایه‌های های سیاست ما جدای از اینکه ما با افغانستان همسایه هستیم و اصول همسایگی رو برای کنیم ولی خب یه سری باید تغییراتی تو اصول ما ایجاد کنه به نظر شما این تغییرات چی هستش به میگم طالبان و مشروعیت چه خیلی به رسمیت نمیشناسن ببینید بحث فقط ایران و طالبان نیست راجب شناسایی رو دارم میگم فقط ایران و طالبان نیست در گذشته وقتی یه گروه در واقع قدرت رو به دست می گرفتند و نشون میدادند که بر یک کشور حاکمند جامعه بین المللی اون رو به رسمیت می شناخت اما الان معیارها تغییر کرده یعنی الان شما اگر قدرت رو در دست داشته باشی ولی مثلا مسئله حقوق و بشر رو نادیده بگیری جامعه بین المللی از شناسایی پرهیز میکنه بنابراین اساساً بر اساس رویه هایی که در سازمان ملل هست یعنی قطنامه های مختلفی که در طی فرایند های تاریخی تصویب کرده اساساً گروهی که با توسط به زور قدرت رو به دست بگیرن این گروهی گروه گروه نامشروعی هست و به رسمیت شناخته نمیشه حالا مگر این که این گروه قدرت رو به دست گرفت رفتارش با جامعه بین یعنی با محیط بین الملل و محیط داخلی بگونه ای باشه که بتونه رضایت جامعه بین المللی رو جذب کن، جلب کنه الان طالبان عمدتا به دلیل اینکه یک گروه نظامی است که در پرتو قدرت نظامی قدرت رو به دست گرفته دو در داخل حقوق اقلیت‌های دینی و قومی رو نادیده میگیره حقوق زنان رو نادیده میگیره و به هر سیاست های نظرانه و محدودی که اعمال میکنه این در قرن 21 مورد قبول جامعه بین المللی نیست بنابراین ایران هم یکی از کشورهایی است که در کنار دویست کشوری که مثلا در عرصه روابط بین الملل در عرصه بین المللی وجود داره طالبان رو به رسمیت نشناخته با این حال چون افغانستان همسایه ایران هست و چون ایران مسائلی رو داره با افغانستان که نمیتونه ارتباطاتش قطع بشه ارتباطات سیاسیش آمده هم سفارت خودش رو در کابل فعال نگه داشته و هم سفارت افغانستان در تهران رو تحویل طالبان داده این برای تسهیل کار هست گاهی اوقات میگن این یک شناسایی دفاکتو یا عملی هست که برای حل مسائل و چالش های موجود این ارتباطات نباید قطع بشه بنابراین سیاست رسمی ایران هنوز عدم شناسایی هست آقای دکتر یعنی شما میفرمایید به خاطر برخی حالا الزامات همسایگی ایران طالبان رو به صورت دو فاکتو رو پذیرفته بله ببینید همون جوری که عرض کردم کشورهای همسایه روابطشون با هم متفاوت از کشورهایی است که در فاصله دورتری قرار داره البته اون کشورهایی که در فاصله دورتر قرار داره هم ممکن هست مسائل مهمی در ارتباط با یک کشور داشته باشند اونها هم ناچار هستند که بعضی از این ارتباطات رو حفظ کنند در هر حال عرض کردم چون ما در همسایگی قرار داریم و در این حال مسائل مختلفی با هم داریم که اگر ما ارتباطاتمون قطع باشه حل اون مسائل دشوار هست ناچار هستیم که سفارتخونه هامون در هر دو پایتخت فعال باشه که بتونه کارا رو پیگیری کنه جام شفی حالا ما توی دو سال اخیر مشاهده کردیم که طالبان حکومتی که خیلی مشروعیت اونو به رسمیت نشناختن و حالا خیلی از ابزارهای قدرت هم در اختیار نداره اما در قابل همسایه ای مثل ایران خیلی به درستی عمل نکرد به عنوان مثال ما شاید برخی درگیری های مرزی هستیم توی بحث حقابه هیرمند ایران نتونسته اون چیزی که میخواد و از طالبان بگیره دلیل این مسئله چی هستش؟ ببینید به لحاظ تئوریک شما دو تا کشور وقتی که در یک مقطعی با هم همکاری میکنن علیه یه دشمن مشترک بعد وقتی دشمن مشترک از بین میره دوباره اون ترجیحات ملی برجسته میشه یعنی اون بحث منافع ملی برجسته میشه و هر رفتاری از طرف هر کدوم از این دو کشور تصور میشه که در راستای منافع ملی خودش هست یعنی منافع ملی دیگه اینجا کشورها رو از هم جدا میکنه الان تصور طالبان بر این هست که ایران در واقع در باره موضوعات مختلف داره به طالبان فشار وارد میکنه اونها هم به لحاظ روانی نمیخوان چنین بحثی رو بپذیرن حال اینکه واقعا ایران همون مسائلی رو که در گذشته در گذشته دور و نزدیک در ارتباط با افغانستان دنبال میکرد الان هم همونها رو داره دنبال میکنه ولی به هر حال یه بخشی از اون مباسی که به درگیری های مرزی مطرح میشه بحثای فنی هست که من امیدوار هستم واقعا جنبه فنی داشته باشه یعنی ناشی از ناآشنایی مرزبانه های طالبان با قواعد مرزی باشه ناآشنایی اونها با حریم مرزها باشه ولی یه تصور دیگه هم هست که اون تصور نگران کننده است و اون این که هست که اساسا وقتی که آمریکایی ها از افغانستان خارج شدند به این نتیجه رسیده بودند که بی ثباتی در افغانستان به نفع آمریکاست به چه دلیل؟ چون وقتی یک کشور با ثبات هست باید در قبال همسایگان و جامعه بینون مللی مسئول و پاسخگو باشه این کشور دیگه نمیتونه دست به هر کار بی ثبات کننده علیه همسایگانش بزنه بنابراین زمانی که آمریکایی‌ها بود و ثبات نسبی در افغانستان برقرار بود دولت افغانستان ناچار بود بر اساس قواعد بین‌المللی رفتار کنه ولی اگر افغانستان بی ثبات باشه اصطلاحا بهش میگن مدیریت آشوب یا آشوب هدایت شده اگر افغانستان بی ثبات باشه آمریکایی ها راحت تر میتونن چین، روسیه، ایران و اینها رو دوچاره چالش کنن بنابراین اگر واقعا مخالفت طالبان با اجرای توافق نامه شفق یا شفیق هویدا یا درگیری های مرزیشون یا خود، یا حذف مثلا تلاش برای حذف زبان فارسی اگر اینها ناشی از یک سناریویی باشه که از بیرون به بی اینها داره تزریق میشه و هدفش بی کردن و اعمال فشار بر ایران باشه این یه پدیده خطرناک است برای هم ایران و هم افغانستان ولی اگر نه موضوع موضوعی باشه که در سطح روابط دو کشور صرفا مطرح باشه این قابل مدیریت هست این هم ارز کنم که آنچرا که طالبان از سال 1400 به این بر دارن در ارتباط با ایران انجام میدن تقریبا مغایر با کلی توافقاتی است که قبل از اون با ایران داشتند یعنی حل مسئله آب رودخانه هیرمند جلوگیری از نفوذ دشمنان ایران در خاک افغانستان از جمله داعش ارشبت بحث زبان فارسی بحث مذهب بحث شراکت سایر گروهای قومی در قدرت همه اینها موضوعاتی بوده که ایران تصور یعنی بین ایران و طالبان مبادله شده چه در مشهد چه در جایی دیگه مبادله شده توافق روی صورت گرفته آنچه که الان اتفاق میفته یه خلف وعده است و این میتونه ایران رو مایه نگرانی ایران بشه و اگر این بحث با طالبان حل نشه فقط موضوع این نیست که ممکن هست یک چالش هایی برای ایران ایجاد بشه برای خود طالبان هم چالش های جدی ایجاد خواهد شد آیا دکتر اگر قبلا هم طور که گفتید ایران و طالبان سریع سری موضوعات با هم به توافق رسن و الان اونا دارن خلف وعده میکنن پس شاید این سناریو که از بیرون دارن به طالبان یه سری مسائل رو دیکته میکنن محتمل تر باشه دو از دو حالت خارج نیست یا طالبان تصور میکردن که در یک مقطعی از زمان به ایران نیاز دارن و حالا وقتی که مسئله اون دشمنشون که در درجه اول آمریکا و دولت آقای غنی بود کنار گذاشته شد بعد میان با ایران بر اساس آنچه که در ذهن خودشون هست در ذهن طالبان هست عمل میکنن در واقع یعنی یک استفاده ابزاری برای یک دوره از ایران و بعد که اون تهدید از بین رفته الان دارن بر اساس منافع و مساله خودشون عمل میکنن این یک بحث هست بحث دوم این سناریو دومی است که شما اشاره کردید و واقعا این یک بحث جدی است ببینید نزدیکترین پایگاه آمریکا به چین قطر هست حال اینکه زمانی که آمریکایی ها در افغانستان بودند در بین 15 یا 16 کشوری که با چین همسایه هستند هیچ کدومشون به اندازه افغانستان برای آمریکا مهم نبود از نظر داشتن پایگاه نظامی حالا چطور هست که آمریکا یه مرتبه این پایگاه به این مهمی رو که تهدید آیندهش چین هست در کنار چین تخلیه میکنه و اون رو رها میکنه پاسخ تنها پاسخی که منطقی به نظر میرسه نه افزایش هزینه های نظامی برای آمریکا بوده نه آسیپذیری نیروهای آمریکایی بوده و متحدینشون و نه این هست که افغانستان یک جنگ جنگ در افغانستان یک جنگ بی پایان هست این استدلالایی است که آمریکایی‌ها میآورند و نه بحث ویتنامیزه شدن جنگ در افغانستان بود این فرضیات مطرح است ولی هیچ کدوم از این فرضیات به اندازه این که یک افغانستان بی ثبات برای مدیریت رفتار چین، رفتار ایران، رفتار روسیه مناسب تر هست بهتر از این فرضیه نیست بنابراین از این منظر هست که طالبان هم اینجور الان دارن تصور میکنن که اگر قرار باشه در جامعه بین المللی به رسمیت شناخته بشن اگر آمریکا اینها رو به رسمیت بشناسه سایر اعضای جامعه بین المللی هم اونها رو به رسمیت خواهد شناخت لذا اگر دقت کنید تو فهوایی کلام و مقامات طالبان آمریکا یک جایگاه برجسته ای براشون داره هر حال از جنبه های مختلف لذا بدون این که در واقع یک سناریو اعلام شده باشه با فراهم شدن شرایط یه مرتبه میبینید طالبان در زمینی بازی میکنه که قواعدش رو چارچوبش رو دیگری طراحی کرده لذا این یه احتمال جدی است چینی ها روی این سناریو جدی هستن یعنی باورشون بر این هست روسیه باورشون بر این هست و رفتاری که طالبان در ارتباط با ایران داره هم باز این باور رو در ایران هم داره تقویت میکنه که طالبان خواسته یا ناخواسته در ز... در یک در واقع چارچوبه بزرگتری داره عمل میکنه چون الان حالا شاید در مباحث بعدی هم بشه بسکت طالبان در ارتباط با داعش هم ارتباطاتی داره و لزوما اینا خیلی داده هایی هست که این سناریو رو هم تقویت میکنه جام شفیع در حال حاضر ایران باید با این افغانستان و دولت طالبانی که توی افغانستان روی کار اومده چه سیاستی رو دنبال کنه آیا این سیاستی که تا الان داشتیم جواب داده اگر جواب داده چرا ما یک سری مشکلات ها هنوز شاهد هستیم ببینید توی دیپلماسی ما سیا یا سفید نداریم اغلب خاکستری داریم بنابراین ما و افغانستان یا هر کشور دیگه باشه خود به خود یه سری فرصت هایی داریم یه سری چالش هایی رو داریم همه کشورها هم اغلب اینجور هستند. بنابراین ایران تصور میکنه که باید از طریق دیپلماسی مسائلش رو با افغانستان حل کنه و این به سود خود افغان ها هم هست یعنی به سود خود طالبان هم هست چون شما حل ها مشخص یا سیاسی است که دیپلماسیه یا نظامی هست که بسیار هزینه بردار هست یا حقوقی هست بنابراین این گزینه ها برای همه کشورها وجود داره ولی ایران ترجیحش این هست که نه تنها با افغانستان بلکه با هر کشوری دیگهی که دیگه هست اول به لحاظ گفتگوهای سیاسی مسائل و چالش هاش رو حل کنه تا حدی هم تو این زمینه موفق بوده یعنی ما یه ات موضوعات مرزی رو که میبینیم یا یه بحثی راجع به هیرمند رو که میبینیم تصور میکنیم که روابط ایران و طالبان خیلی دچار التهاب هست ولی زوایای مثبت دیگری رو هم وجود داره مثل این که شاید طالبان به این راحتی واقعا به بعضی از گروه ها اجازه نده که علیه ایران اقدامی رو انجام بدن با این حال با این حال ما در یک دوره گذار هستیم انتظارات قبلی تحقق پیدا نکرده ولی هنوز انتظار داریم که این مسائل حل بشه لذا پایداری دیپلماسی ایران بر این هست که از طریق گفتگو مسائل رو با طالبان حل کنه حالا هم که داریم خودمون صحبت میکنیم با توجه به این که این امکان فراهم شد که کارشناسان ایرانی از در واقع منابع آبی هیرمند بازدید کنند و این بحث ها این یه علامت مثبت هست در مجموع من میخوام بگم چالش هایی وجود داره این چالش ها چالش های جدی هم هست ایران نهایت صبر و بردباریش رو به خرج داره میده که از طریق گفتگو این موضوعات حل بشه الان هم که داریم صحبت میکنیم تو این فرایند قرار داریم اگر هم واقعا به جای این نرسه ابزارهای مختلفی وجود داره که ایران بتونه اقداماتی رو انجام بده به عنوان مثال من دارم میگم چون من دیدم این دوستان افغانی ما رو این موضوع خیلی مانو میدن ببینید ایران میتونه از طریق خلیج فارس و دریای عمان از طریق دریای عمان به سیستان و بلوچستان آب برساند از طریق دستگاه های آبشیرین کن امروزه شاید هزینه اینها یه ذره زیاد باشه ولی در آینده این به یه تکنولوژی پیش پا افتاده با هزینه کم تبدیل خواهد شد بنابراین بخش صنعت و بخش شرب این منطقه به این شکل تأمین خواهد شد اما البته پیامدهای های منفی قط عدم ورود آب به رودخانه هیرمند به ایران داره که عمدتا جنبه زیست و آسیب رسیدن به بخش کشاورزی است. اینها از طریق اون کانالی که عرض کردم قابل جبران هست ولی اگر قرار باشه حاصل جمع جبری صفر باشه یعنی اینکه همکاری بین ایران و طالبان نباشه خصومت باشه بنابراین ابزارهایی که در دست ایران هست که بتونه علیه طالبان اعمال فشار کنه ابزارهای گسترده است اتفاقا خود طالبان نباید تو شرایط فعلی این زمینه رو فراهم کنن که یک کشوری مثل ایران که داره باشون کار میکنه با اینکه فشارهای جامعه بین المللی روشون زیاد هست نباید اونها رفتاری رو انجام بدن که در ذهن ایران به عنوان یک اقدام رقابت همیز یا خسمانه تفسیر بشه علایه حال امیدوار هستم راحل دیپلماتیک الان در دستور کار ایران هست و طالبان هم به طور نسبی استقبال میکنه از اون بتونه این چالش ها رو برطرف کنه اگر همونجور که توی اون سالی که راجع به بحث مرز و درگیری های مرز بود اشاره کردید طالبان از روی ناآگاهیشون دست به اکثری اقدامات میزنن اگر این بخواد ادامه پیدا کنه ممکنه منجر به یک درگیری محدود بشه درگیری حتی حالا مرزی حالا تر از چیزی که تا الان دیدیم ببینید هر چیزی امکان پذیر هست معمولا کشورها رفتارشون بر اساس تهدیدی است که متوجه ارزششون هست یعنی اگر رفتار طالبان در حوزه مرزی یا هر جای دیگه گونه ای باشه که ارزیابی ایران این باشه که یک ارزش حیاتیش رو داره تهدید میکنه برخورد ایران یک برخورد جدی خواهد بود ولی نه اگر احساس کرد که موضوع موضوع تقریبا جزئی است به ارزش های حساس یا ارزش های عادی منظور از ارزش اینجا بیشتر منافع هست داره آستی میرسونه تلاش میشه که در واقع از طریق گفتگو اون رو حل کنه بنابراین اینکه شما میفرمایید اگر درگیری مرزی اتفاق بیفته یعنی اگر رفتار طالبان تکرار بشه بستگی به این داره که ایران اون رفتار رو چگونه تفسیر میکنه اگر تفسیر ایران مبتنی بر این باشه که این اتفاق جزئی پشتش یک پروژه جدی هست حتما ایران با کنشش جدی تر خواهد بود ولی اگر ایران تشخیص داد که این ناشی از ناآگاهی یک مرزبان هست چون میدونید نیروهای طالبان تا دیروز در کوهها مشغول درگیری و نبرد بودند اینها فرصت آموزش رو پیدا نکردن حتی پلیسی که در کابل هم فعال هست بعضا هنوز تصور میکنن که در جنگ های چریکی و پارتیزانی سرگرم هستند. اونا مفهوم یک راهپیمایی زنانه رو نمیفهمند فکر میکنن که مثلا یه دشمن جدی داره اونها رو تهدید میکنه در نتیجه برخوردشون قهری هست اینا به تدریج باید یاد بگیرند موضوعات مختلف رو از جمله حریم مرزها رو از جمله تعامل مرزبانها با هم رو اینا باید این مسائل یاد گرفته بشه اگر چنین شد به نظر من و ارز کردم در بحث قبلی من این فقط در حد یک موضوعات جزئی باشه اینها به راحتی قابل حل هست پس پاسخ کلی سوال شما این هست که واکنش ایران به رفتار طالبان تابع ارزیابی ایران از میزان تهدیدی است که علی ارزشهاش یا منافع ملیش مربوط میشه آیا دکتر ما با افغانستان مناسبت اقتصادی نسبتا خوبی داریم آیا این مناسبت اقتصادی میتونه روی همزیستی سیاسی تاثیر بذاره یا تاثیری داشته تا الان ببینید همکاری بین کشورها یا از بالا به پایین هست یا از پایین به بالا از پایین به بالا یعنی همکاری های فنی از جمله همکاری های اقتصادی پیوندهایی رو بین کشورها ایجاد میکنه که در, در, سطح سیاسی هم تأثیر گذار هست یعنی این همکاری های اقتصادی وقتی که سودمند بود متقابلا سودمند بود اصطلاعا ما بگیم تسری پیدا میکنه کشورها تشویق میشن که در حوزه سیاسی و امنیتی و سایر حوزه ها هم با هم همکاری کنند این از پایین به بالاست منوط به نیازهای فنی هست یعنی ایران و افغانستان باید به این نتیجه برسن که این همکاری های فنی این همکاری های اقتصادی به سودشون هست گاهی اوقات از بالا به پایین هست یعنی اینکه رهبران دو کشور دولت های دو کشور از ابتدا به دلیل حسن روابطی که وجود داره تصمیم میگیرند روابطشون رو در حوزه های مختلف تعمیق ببخشند. توی شرایطی که ما با طالبان هستیم همکاری های اقتصادی نقش بسزایی در تمایل دو کشور به سمت همکاری های سیاسی و امنیتی داره بله. میشه در ادامه یکم راجع به چالش های داخلی طالبان بفرمایید دو سال الان طالبان روی کار اومده ولی همچنان ما ببینیم تو مسئله حالا مقصم برخوردشون با زنان چالش هایی داریم توی افغانستان میشه یکم راجع به کلن چالش ها توضیح بدید ببینید طالبان الان با چند تا چالش جدی مواجه هست اولین چالشش چالش در درون خود طالبان هست که این چالش هایی که در درون خود طالبان هست چالش های مختلفی است من فقط فرسوار به بعضی از اینا اشاره کنم یکی اصطلاح چالش جغرافیایی است بین مشرقی ها که بهشون میگن پکتی های بزرگ یعنی ایالت هایی که در شرق افغانستان هست و جنوبی ها که ما بهش میگیم قندهار بزرگ شامل هلمند و قندهار هست از قدیم الایام بر سر قدرت اختلاف وجود داشته الان هم این اختلاف موجود هست دومین اختلاف اختلاف سیاسی است همون هم اختلاف سیاسی است یعنی اینا هم پوشانی با هم داره اختلاف سیاسی طالبان به دو دسته تندرو و میانه رو تبدیل شده البته این تقسیم بندی ها خیلی ظریف هست چون یک تفکیک بینشون و جدا شناخت بینشون کار دشواری است مثلا اون چیزی که ما میگیم گروه دوهه یا گروه قطر و حتی در اینجا اون جریانی که به وزارت دفاع افغانستان از جمله ملا یعقوب مربوط هست یا جریانی که به شبکه حقانی مربوط هست اینا معتقد هستند که ما باید با جامعه بین المللی تعامل داشته باشیم و رسمیت شناخته بشیم تا بتوانیم باقی بمانیم اما یه جریان مذهبی در قندهار هست که ملاحیبت الله رهبری اون رو بر عهده داره این برای ارتباطات بین المللی یا محدودیت هایی که در ارتباط با زنان هست اینا خیلی اهمیتی قائل نیست و به تصورات و تفسیرهای مذهبی خودشون اتکا میکنن بنابراین الان یه بحث جدی این بحث هست حالا روی همین شکاف خیلی جالب هست خیلی از جلساتی که در قندهار تشکیل میشه و از دولتی ها دعوت میکنن که در اونجا شرکت کنن شرکت نمیکنن چون دیدگاه به که دیدگاه تندروانه است قبول ندارن حالا خیلی جالبه خود شبکه حقانی تو حوزه نظامی و سیاسی داخلی خیلی تند رو هست ولی در ارتباط با قندهار به اعتبار اون بحث جغرافیا که گفتم چون اینا مشرقی هستن با قندهاری ها استقاک پیدا میکنه یه شکاف دیگه که باز در درونشون هست در درون خود نظامی ها هست میدونید که طالبان عمدتا یه بدنی نظامی هست حالا رهبران نظامی یا فرماندهان اومدن توی کابل قدرت رو در دست گرفتن اون نیروهای زیر دست چون من ایران رو مطالعه میکنم اون نیروهای زیر دست میگه حتی فرصت ملاقات به ما نمیدن یعنی رفتارشون قبل از کسب قدرت با رفتارشون در شرایط قدرت با هم متفاوت شده اینم یه در واقع نگرانی جدی در بخش نظامی طالبان هست یه اختلاف دیگه که باز هست بحث سیاسی و نظامی بودن هست یه شبکه مثل شبکه حقانی میگه آقا من قدرتمندم و تصرف کابل و خروج آمریکایی ها در پرتو قدرت من حاصل شده بنابراین سهم سیاسی من یا سهم من از قدرت باید بیشتر باشه خب خیلی از جریان های دیگه با این مخالفن و در نهایت در داخل دارم اینا رو عرض می کنم قبلا طالبان اومده بودن یه گروه از یعنی اومده بودن سایر یه رگه های ضعیفی از سایر گروه های قومی رو در خودشون وارد کرده بودن و بعد بخشی از قدرت بخش کمی از قدرت رو به اینها داده بودن و ادعا داشتن که آقا سایر گروه های قومی هم در اینجا سهم داره الان اون گروه های قومی که خیلی در واقع ضعیف به بدنه طالبان وصل شده بودن اونها هم جدا شدن اونها هم سیاست های طالبان رو یه سیاست قوم محور میدونن رضا اونها هم دارن جدا میشن اینا رو شما داشته باشید فقط در درون طالبان بخواید اضافه کنید جنبش اون در واقع نهزت مقاومت که متشکل از گروه های مسلح مختلف هست اونها هستند که این زمانی که خودمون مصاحبه میکنیم تقریبا دو روز پیشش این گروه نهزت در واقع جبهه آزادی عملیاتی رو داشت علیه طالبان بعد اینا جریان های مسلحانه هست جریان های مدنی مثل زنان رو دارن چالش های اقتصادی آمارها مختلف هست ولی تقریبا 90 درصد جامعه افغانستان در معرض فقر قرار دارند بیش از 6 میلیون و بیشتر از این از جمعیت 28 میلیونی افغانستان در معرض قحطی اند میخوام بگم اوضاع اقتصادی اوضاع اقتصادی خوبی نیست به اضافه شما چالش های بین المللی رو که جامعه بین الملل هم اونها رو به رسمیت نمیشناسه اضافه کنیم بنابراین یه حجم وسیع از چالش ها رو این گروه باش مواجه هست و <تص> الان سعی کردن که خیلی ظهور و نمود پیدا نکنه ولی واقعا هر چه زمان میگذره این شکاف ها بازتر میشه و در واقع اون اختلافات و تضادهای درونی بیشتر هویدا میشه با این چالش فکر می طالبان بتونه تو قدرت بمونه آنچه که الان طالبان رو در قدرت نگه داشته فقط قدرت اصل است یعنی قدرت برای طالبان فقط از لوله تفنگ بیرون میاد ولی به نظر من به تدریج این شکاف هایی که عرض کردم اثر خودش رو داره میذاره آمریکا هم میخواد فعلا طالبان باشه ببینید آمریکا در برخورد با بحران ها یا ایجاد بحران میکنه یا یه بحران رو حل میکنه یا یه بحران رو مدیریت میکنه آمریکا داره مدیریت میکنه فعلا بحران افغانستان رو بنابراین ممکن هست در یه جایی که لازم بدانه کمک هایی که فریز شده مالتا... پول هایی که بلوکه شده در غرب اونها رو بخشش رو به نام کمک های بشر دوستانه آزاد کنه ممکنه اگر طالبان با یک کشوری از که آمریکا اون رو دشمن قلمداد میکنه درگیر بشه ممکن است کمک های تسلیحاتی کنه بنابراین آمریکایی‌ها دارن اون رو مدیریت میکنن ولی طالبان برای آینده حتما به این دو تا سمت حرکت خواهد کرد یا تجزیه خواهد شد و دچار انشعاب و جنگ داخلی خواهند شد که سرانجامش مشخص نیست و یا این که مجبور خواهند شد خودشون رو تعدیل کنن رفتارهاشون رو تعدیل کنن به سمت آشتی با جامعه بین المللی حرکت کنن در غیر این صورت ادامه بقاشون با زحمت سیاسی زیادی همراه خواهد آقای دکتر دو دو نکته آخرین که چشم اندازه حالا این مناسباتی که الان ایران با طالبان داره رو به چه صورت میبینید با توجه به سیاستی که فکر میکنید طالبان در پیش بگیره ببینید قاعدتا اولا موضوعاتی که ایران روش بحث میکنه موضوعات عجیبی نیست یعنی موضوعات غیر معقولی نیست این موضوعات اتفاقاً کاملا تاثیر دو جانبه داره یعنی اون چیزایی که ایران میگه برای خود طالبان هم مفید هست یعنی اینکه ایران از یک دولت فراگیر صحبت میکنه اگر گروه های قومی در قدرت سهم نشن دائم طالبان باید با چالش مواجه بشه یا بحث زنان رو که ایران مطرح میکنه اگر طالبان نسبت به زنان رفتار تعدیل آمیزی نداشته باشند با چالش جدی مواجه میشه بنابراین این بحث ها یا اگر طالبان با ایران دوچار چالش باشند عملا اونها باید دائم درگیر برخوردهای نظامی و سایر مسائل و مشکلاتی باشند که هستند بنابراین اساسا مسیری که ایران در پیش گرفته و راه دیپلماسی رو در پیش گرفته طالبان باید از این استقبال کنند من نمیدونم که نمیتونم پیش بینی کنم که آینده چگونه خواهد بود ولی قاعدتا قاعدتا عقل سلیم حکم میکنه که اون چیزای و بعدم اینو من عرض کنم که حتی ایران بین آنچه که انتظاراتش هست باز اولویت بندی قائل هست خیلی از اون چیزایی که ممکن هست طالبان نگرانش باشن اون میره جز اولویت های چندم ایران قرار میگیره اینم یه فرصت هست برای مثلا من میخوام بگم آب هیرمند برای ایران مهمتر از مسئله زنان ممکنه در افغانستان باشه یا امنیت مرزی برای ایران مهمتر از یه موضوع دیگه ممکن هست در افغانستان باشه لذا این فرصت برای طالبان هم هست در هر حال ایران یه همسایه قوی برای افغانستان هست ه... کسی که در افغانستان حکومت میکنه میتونه ایران رو به عنوان یه فرصت ازش استفاده کنه اگر بخواد از منظر یه تهدید بهش نگاه کنه خود افغانها هم میدونن که به حال ایران یه کشوری است که از زوایای مختلف میتونه اونجا تاثیرگذار باشه بنابراین در کل من اساسا خوشبینانه به موضوع نگاه میکنم امیدوار هستم که ایران اینجور نیست که بخواد یه سیاستی رو به طالبان تحمیل کنه یا یه رفتاری رو به طالبان تحمیل کنه بعضی از موضوعات اساسا متعلق به داخل افغانستان هست ولی چون باستاب منطقه ای داره و تاثیر ناامن کننده روی ایران داره ایران واکنش نشون میده ولی بعضی از موضوعات مستقیما من به منافع و مصالح ایران مربوط میشه مثل مرزها مثل آب اینها دیگه در واقع طالبان باید درباره این موضوعات یه همکاری جدی رو داشته باشن که بتونن یه امنیت پایدار در روابط دو کشور ایجاد بشه ممنونم دکتر شفی مرسی از توضیحاتتون و ممنونم. وقتی باشا. که برای ما گذاشتید ممنون از شما انشالا که بحثایی که شد مفید واقع بشه